از استاد ارجمندمون به عنوان نخستین سخنران جناب آقای دکتر اکبر عالمی دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخنش. به نام آن که جان را فکرت آموخت. من جای قدم های یکایی که شما رو بوسه میزنم. اسماعیل میرفخرایی الان در آستانه 73 سالگی ایستاده. اگر ما بخوایم بگیم که حنجره اورسون ولز یک حنجره استثنایی بوده، میتونین بگین اینو، ولی ما که فن بیان درس میدیم توی مدرسه و اولا خودمون فن بیان رو از استادان خودمون یاد گرفتیم، به ما گفته شد، یعنی گوشمون رو گرفتن و کشیدن و گفته شد مهمه که حنجره شما حنجره خوبی باشه برای گویندگی، انواع گویندگی. میدونین ما در عصر تخصص‌های گوناگون زندگی می‌کنیم. ما در عصر هنرمندان زندگی نمی‌کنیم. ما در عصر هنرمندان متخصص زندگی می‌کنیم. این مکسای من مکسای معلمیه، برای اینکه خود شما بتونید اونو توی ذهنتون شرح و بسط بدید. اگه میگیم گوینده، خب جوانی من با صدای اسدالله پیمان آغاز شد. زمانی که من در اتاقو میبستم و با ضبط صوت قرازهی که داشتیم شروع میکردم به ضبط صدای خودم، گاهی اوقات بریده روزنامه های باطله رو میخوندم، گاهی اوقات بریده یادداشت های مختلف رو میخوندم و گاهی اوقات تقلید میکردم. اون موقع اسدالله پیمان در رأس بود، اما حالا که در آستانه 75 سالگی ایستادم، فکر میکنم که یک قافله بسیار بسیار درخشانی از کسانی که معجزه کلام رو به معنای گویندگی در شاخه‌های تخصصی متفاوت ارائه کردن برای داوری به جامعه ارزشمند سرزمین مادری من و شما، دو نام رسوب کرده در ذهن من. یکی از اونا شادروان ایرج گرگینه. ایرج گرگین وقتی سخن میگفت تو رادیو، فرصت بی‌اعتنایی رو از منی که پای رادیو قد کشیدم میگرفت. یادش گرامی بود. یکی دیگه از کسانی که واقعا دیگه نمیتونم خیلی اسم ببرم، چون دو نفر الان تو ذهن من هستند و نه برای تملق بلکه برای بیان احساس واقعی خودم میگم، اسماعیل میرفخرایی. حالا خیلی رسمی شروع کردن آقای دهباشی، من میخوام یه ذره شما رو ببرم توی فضایی که شاید از اون رسمیت خیلی خیلی جدی بیرون بیام یه ذره. علی اکبر صادقی که عاشقانه همسرش رو دوست می‌داره و من می‌دونم که تا چند اندازه علی اکبر صادقی همسرش رو دوست می‌دارد، می‌دونم اینو، به شوخی در مهمانی‌هایی که هر لحظه مدعوین اون حرف می‌زنن و من یه جمله یا یه کلمه از اونها یاد می‌گیرم، چون مهمونی این بزرگان یه مهمونی عجیبه، نمی‌دونم پلو خوری و جوجه بخورن، کباب بخورن، اینا نیست. همه ما به این شوق میرفتیم به دیدار آدمای بزرگ که وقتی که مهمون‌ها حرف میزنن یه چیزی برای خودمون یاد بگیریم. اون میگفت که حالا میگیم میخواد چی بگه؟ پشت سر هر مرد موفقی بقیه‌شو بگین دیگه. چی؟ نه، سایه یک
زن ما سایه یک زن رو جستجو کنید. جمله رو میگم خیلی رسا. اجازه بدین بعداً اسمو که گفتم بهتون اشاره میکنم. پشت سر هر مرد موفقی سایه یک زن رو جستجو کنید. نرگس بانو. حالا راسته یا نه، برای اینکه همسران شما، شما اندیشمندان و متفکران و برگزیدگان سرزمین مادری من، خیلی خیلی به همسران خودتون وابسته هستین. آنهایی که مرد هستند، آنهایی که زن هستند، همه اینها یک بستری از آرامش رو برای زایندگی و زایش نیاز دارن. در بین شما نویسنده های تراز اولی رو دیدم در همین فرصت کم، که اونا برای اینکه بتونن در خلوت تنهایی با قلم و کاغذ یک اثر جاودانه بیافرینند، باید اون آرامش رو همسرشون فراهم بیاره. اینو دقیقاً عرض میکنم خدمت. 1325 خورشیدی، من نمیگم شمسی، چرا اگه گفتیم، به دلیل اینکه اصلا اسماعیل میرفخرایی با من دعوا میکنه، به من میگه جایی که واژه فارسی هست استفاده از واژه عربی، حتی اون دست از واژگانی که 1400 سال بومی شده، مکسا همه دلیل داره، درسته که این واژگان وارد شده به زبان فارسی، به زبان فردوسی، در اثر مرور زمان بومی شده و ما اگه برای یک عرب این واژگان رو بگیم، خواهید دید که خیلی راحت نمیتونه اونا رو بفهمه. با این وجود اسماعیل میرفخرایی در اجراهای گوناگونی که داشته یا در گویندگی‌هایی که میره توی استودیو، فقط خودش هست و از پشت شیشه اون کارگردانی که میگه شما این نریشن رو برای من ضبط بکنید، یه وقتایی هم هست که جلوی دوربین بی‌رحم تلویزیون نشسته، چون پوست میکنه دوربین تلویزیون، پوست میکنه، اوریان میکنه، کم سوادی بعضن نمیگه. اگر شما در تمام مجموعه 600-550 اثر موجود در بایگانی های تصویر و صدا جستجو کنید، حنجره اسماعیل میرفخرایی و اندام بیان او هرگز نگفته بعضن. تنتون کهیر میزنه نه؟ وقتی میبینید یه مجری میاد و میگه بعضن، گاهن، بعد من با خودم میگم خدایا این چه فارسیه که این داره حرف میزنه و داره به فرزندان فردوسی و حافظ و مولانا و عطار داره حرف زدن یاد میده، داره حرف زدن به فرزندان و نوه های ماها داره یاد میده. این کیه؟ اینو کی راه داده اصلا توی تلویزیون؟ ولی اسماعیل میرفخرایی الگوه، یعنی معیاره، بهتره بگم که معیاره. تمام شیوه های سخن گفتن او رو، اما از زمانی که به هزاران دلیل از روی متن میخونه، شما یادتون باشه که ما در اجرای برنامه تلویزیونی گاهی اوقات باید که از روی متن بخونیم، این احترام به مخاطبه. اینجوری نیست که ما بیایم دستمون رو بکنیم تو جیبمون. ولی ها در فرهنگ ایران که دیگه واویلا، من دیدم بعضیا میان توی پشت تریبون دستشون رو کنن تو جیبشون یا راه میرن. ما در فرهنگ اجداد خودمون این شیوه ها رو نداریم. ما موقعی که داریم برنامه تصویری داریم توی تلویزیون درست میکنیم، اینجوری کسی حق نداره در صمیمیترین برنامه ها اینجوری لق بزنه یا دستش پشت کمرش باشه، هیچ کدوم اینا. یه کسی میگفت زبان بدن چیه ما موقعی که میخوایم توی برنامه تلویزیونی ظاهر بشیم؟ گفتم مفلوک نباید ظاهر بشه، باید با اعتماد به نفس ظاهر بشه، اینطوری نباید ظاهر بشه، من اقراق میکنم تا خوب دیده بشه، اینجوری نباید باید. اصلا کسی یه همچه آدمی رو خوشش نمیاد، میگه که این اعتماد به نفس نداره. بنابراین تمام اجراهای آقای اسماعیل میرفخرایی سرشار از ادب و احترام و تعظیم نامرئی به مخاطبه.
چجوری ما باید به یک کسی تعظیم کنیم؟ همین که واژگان لغو بر زبان نرانیم، یعنی به اندیشه طرف مقابلمون داریم احترام میذاریم، به همین سادگی که بهتون عرض کردم. بنابراین اگر نشسته در یک برنامه تلویزیونی، طرز نشستن، زبان بدن، خودتون دیگه متوجه شدین که من میخوام کجا برم. اصلا نمیتونه پاشو بندازه رو پاش زردری. یک کسی در برنامه تلویزیونی اومده بود و مهمان برنامه یک آدم متشخص، یکی از دانشمندان کشور عزیز ما، و اون آدم وقتی نشسته بود مجبورم یه ذره بیام اینور. اون شخصیت اینجا بود، صندلی این آدم اینجا بود، پاشو خواسته بود پاشو بذاره رو پاش، بنداز پا رو پات، ولی کف کفشت این وقتی نباشه. متوجه از من هستیم؟ این همه بعد یه نفر میگه آقا شما چه قواعدی رو میگین؟ گفتم این قواعد نوشته نشده است، اینا تو شعوری است که پدر شما، مادر شما، عمه شما و بقیه بزرگان فامیل قبل از دبستان بهتون یاد دادن که مؤدب بشین. مؤدب نشستن هم اینجوری نیست که خشک مثل نظامی ها بشینیم. درست سخن بگو، معنیش این نیست که مقپس سخن بگو. واقعا درست سخن گفتن معنیش این نیست که ما مقپس سخن بگیم، یعنی قلمبه سلمبه ادا چیز قرد داد و اینها. یک چیزی دیگه که بگم بعد دیگه اگر آقای دهباشی یا مدیر این جلسه که دارن هدایت میکنن به من یه جوری اشاره کنن که وقت تو تموم شده بدو برو بشین، من خیلی خوشحال میشم. تو گویندگی یه چیزی هست به اسم رنگ صدا. یکایکی شما صداهاتون یه رنگی داره، امتحان کنین صدای خودتون رو. این دلیل بر خودشیفتگی نیست، دستگاه‌های ضبط همه جا وجود داره، تو منزل شما هست، همین تلفن‌های همراه خیلی خوب هم ضبط میکنه هم تصویر میگیره. صدای خودتون رو به ویژه جوانایی که توی فامیلتون هستن، پسر و دختر رو تشویق کنید، بگید مهمترین عنصر ارتباط با جامعه سخن گفتن، و تو سخن گفتن رو برو توی اتاقی تمرین کن، گویی میخوای که بعدها مجری یک برنامه تلویزیونی بشی. مجری برنامه تلویزیونی یعنی چی؟ یعنی میشی نماد و نشانه یا الگوی سلیقه برای انتخاب رنگ لباس، برای هماهنگ کردن لباسه، برای حرکت سر، حرکت دست. این دست نباید همطوری تکون بخوره، سر همینطوری نباید با تفاخر بیاد و بره. و وقت یه نکته دیگه، هر وقت زیاد محاسبه میکنین توی هنر، همونجا بازنده این. دقت کردین نکته رو؟ در هنر ما با بچه ها به دانشجوها میگیم که خیلی محاسبه نکنید، تجزیه تحلیل بکنید، اما بلند شید برین اونجا و بعد دیگه خودتون رو نمیخوام بگم ول کنید، ولی رها کنید، بذارید که صحنه هم شما رو ببره جلو. اینم خیلی خیلی مهمه که ما اگه بخوایم، میگه که گاهی به صد مقدمه عیش ما کور میشود. ولی وقتی تمام اون چیزهایی که باید نگاه کنید، نکته که میخوام بگم، زنگ صدا رو داشتم میگفتم، زنگ صدای آدم، رنگ صدای آدم در خلقت تعریف شده، صدای اورسون ولز. اما منو ببخشید اینو میگم با قدرت، یک چوپانی رو ما میتونیم در روستاهای سنندج پیدا کنیم که حنجره او از اورسون ولز قوی تر باشه، ریه او از اورسون ولز قوی تر باشه. اینا مال رادیوها. اگه بخوایم بیایم توی تلویزیون دیگه، زبان بدن هم داره به بچه های ما سلیقه یاد میده. انقدر برنامه تلویزیونی گاهی اوقات باعث میشه که تن من کهیر بزنه که حد و حساب نداره. مجری برنامه تلویزیونی اومده نشسته، پاشو انداخته رو پاش، حالا خیلی هم اینوری ننداخته، یعنی پاشو اگه انداخته رو پاش موازی زمین نیست، یه ذره متمایل به زمینه. بعد نگاه میکنم میبینم این نازنین
که در حدود 40 سالم داره و تو آدما باید گشته باشه، جوراب مردونه پرلون پوشیده، از این جورابای راه‌های سفید پوشیده و کفشش فلانه. بعد با خودم نگاه میکنم که بهترین تعریف زیبایی شناسی بعد از رسیدن به عرش پختگی سادگیه. این جمله رو دقت کردین؟ بعد از رسیدن به عرش پختگی سادگیه. ما باید که ساده سخن بگیم و نباید که مقفس حرف بزنیم. اسماعیل میرفخرایی هم زنگ صداش و هم رنگ صداش منو دیوانه میکنه. یعنی اینطوری بهتون بگم، من کلمات رو حراج نمیکنم. بعد 44 سال تدریس یاد گرفتم که دیگه هر چی تو دلم هست رو با صداقت بگم. منو تحت تاثیر میذاره. یعنی صدای او فرصت بی‌اعتنایی رو از مخاطب میگیره. امکان نداره که ما رادیو رو، ایستگاهش رو اگه ایشون حرف میزنن عوض کنیم، یا برنامه تلویزیونی رو اگه داریم نگاه میکنیم عوض بکنیم. حالا بعضی از شما ممکنه بگین ما میخوایم دنبال روی علی اکبر صادقی باشیم. پشت سر هر مرد موفقی سایه یک زن رو جستجو کنید. بهتون یه چیزی بگم نرگس خانم، اگه شما از شوهرتون راضی نباشین اون تو زندگی خیر نمیبینه. آفرین بر تو.